یک شهر دیگر در دل زمین. خبری که ما و دیگر خبرنگاران رو راهی سفری به اعماق زمین کرد، جایی در عمق 4.5 متری زمین. ما تو این فصل تونستیم 5 تا فضا به علاوه یک فضایی که در واقع سقفش فرو ریخته بود و شناسایی کنیم، علاوه بر این فضا 3 راه رو هم شناسایی کردیم. این دستکن که در کنار زمین‌های زراعتی آرام گرفته مساحتی بیش از 2 هکتار دارد. این سومی دستکندی است که ما در واقع پروژه کاوش رو توش داشتیم. نیاز هست مقاومت‌سازی بشه، زیرساخت‌ها این تعبیه بشه، بعد در واقع زیرساخت‌های گردشگری رو باید ایجاد کنیم. بر اساس اشیای کشف شده قدمت این دستکند به قرن 6 و 7 هجری شمسی برمیگرده. ما احتمال میدیم که این مجموعه در دوران قرون میانی اسلامی، به خصوص در دوران ایلخانی ایجاد شده که مربوط به حدود 700 سال پیش میشه. دستکند یک نوع معماریه که گاهی در دل صخره ها ایجاد میشه، مثل کندوان در آذربایجان، گاهی روی کوه، همچون ارزانفود در همدان، درون یک پشته طبیعی ایجاد شده، و گاهی زیر زمین همچون سامن در ملایر. معماری دستکند سامن گونه از معماری دستکنده که بهش میگن دستکند زیرزمینی، پناهگاهی برای حفاظت از دشمنان، جایی برای تدفین مردگان و یا مکانی برای عبادت از مهمترین کاربردهای این دستکند هاست. شاید بشه گفت که معماری دستکند هر کدوم کاربری های مختلفی داشته، یه بخشش پناهگاهی بوده، یه بخشش آینی بوده. دوره‌ای که این در واقع مجموعه توش ایجاد شده بسیار دوره آشوبی بوده تو منطقه. دشت همدان بهار بسیار به شدت در واقع از طرف حکمرانان و ورود اقوام مهاجم مورد توجه بوده. حالا هر از چندگاهی با نمایان شدن نشانی از تمدن کهن همدان، مثل کشف 3 دستکند زیرزمینی، علاوه بر تقویت ظرفیت گردشگری، شاید بتوان این دیار را خاستگاه دستکندهای ایران نامید. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، صالح آباد.